ممن ينقلب على عقبیه و ان کانت لکبیرتن علی الذین هدا. در حالی که این گناهی به حساب می شد، حتی می اومد تغییر قبله برای اونها که هدایت شدن. و ما کنه، ولی ما کنه لیودی ایمانکم، ولی در این حال ایمان شما ضایع نمیشه، هدر نمیره. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. وقتی بهش گفت قبله رو چرا عوض کردی، گفتش آقا ما وسطیم، اونا امت این ور اون ورن، ما امت وسطیم و عیبی نداره. ما میخوایم ببینیم طرفدارای این آقا چند نفرن. اصلا تمام این گرفتاری ها، اینا اینو میگن، اون اونو بگو، این اینو میگه، تو اونو بگو، کتاب آسمانی که آمده میگن برای هدایت بشر اینه که حسنی اینو گفت، حسینی زد تو دهنش، احمدی تقی اومد اینو گفت، نقی کوبید تو مخش. این به چه درد زندگی آدم ها میخوره آخه؟ چرا باید ملت ها بیدار نشن؟ قد نرا تقلب وجه کف السما. حالا یاروی برگشته خدا رو هم تو آسمون میبینه. قد نرا، در حقیقت میبینیم تقلب وجه کف السما. وجه کف السما، صورت تو بر میگردونی به طرف آسمان، یعنی دنبال خدا میگرده این محمد توی آسمان. خدا رو در خودش نمیدیده، خدا رو کنارش نمیدیده، حتما از دیدگاه مالی خولیایی این خدا تو آسمون بوده. قد نرا تقلب وجه کف السما، فلا نولینک قبلتان ترضاها. ما به تو می نمایانیم، راه نمایی می کنیم، قبله ای که راضی بشی. فول وجهک که شطر المسجد الحرام، تو پس برگردون صورت تو به سوی مسجد الحرام که این مکه است. یعنی شد یه بوم و دو هوا، یه الله و دو قبله، یه الله و سه امت. اینم اونو قبول داره، اونم میگه اون بوده، اما همه اون چی مرام همدیگه از قبول ندارن. الله هم نمیتونه اینا رو متحد کنه، میگه حالا که تو ناراحتی، پس تو فول وجهک شطر المسجد الحرام، وول یعنی برگردون صورت تو به طرف مسجد الحرام. حالا اونا به طرف اورشلیمن، تو برگردون به طرف مسجد الحرام، مهم نیست. دقیقا الله شد یه بوم و دو هوا، چیزی که حتی در سنت های کوچه خیابانی ملت ها قبولش ندارن. یه اللهی باشه دو تا قبله برای سه تا دینی که خودش اختراع کرده، که البته همش پره علامت پرسش های به اندازه کوه های جهان. و حیثما کنتم تولوا وجوهکم شطرته، همون جایی که بودید روتون رو به اونجا برگردونید. و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق، اونایی هم که ما بهشون کتاب دادیم میدونن که انه الحق من ربهم، این درسته و از الله خودش، از سوی الله اومده. و ما الله بغافل عما يعملون، این الله غافل از اون کاری که شما میکنید نیست. خب آقا میگه شما این ور برید، صاحبان کتاب های دیگه میفهمن که این برحقه. آخه بابا تو به همونا گفتی آقا این ور برحقه، اومدی حالا که درگیر شدن میگی این شما این ور باشید اونا اون ور. یعنی این الله ضعیف دیوانه ناتوان که فقط و فقط مغز سلمان عاجز شده، اونا بهش میگن آقا این ور قبله است، تو چرا میخوای جدا قبله رو جدا میکنه، مسیر رو جدا میکنه؟ یعنی نمیتونه که حداقل ادیانی رو که ظاهرا میگه کار دست خودشه بتونه اینا رو در یه صف قرار بده، یه قبله شون بکنه. میگه نه شما حالا اونور بخونید، اب نداره اینا اینور بخونن، اونا بعدا میفهمن شما درست میگید. اینا 1400 سال گذشته، اونا میفهمن که این قبله چرنده، اونا به طرف خودشون میخونن، اینا هم به طرف خودشون. بعدها هم اونا نفهمیدن که هو الحق من ربهم، زیرا که گفتش که الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون، اونایی که بهشون کتاب داده شده مثل مسیحی و
منظورش یهودیه، لیعلمون، خواهند فهمید انه الحق من ربهم، که این قبلهی که ما بهت گفتیم نماز بخون حق از طرف الله، و من الله بغافلن، من الله بغافلن اما یعملون، این الله غافل از اون چیزی که شما انجام میدید نیست، میدونه. من از فرزندان این آب و خاک میخوام درست فکر کنید، درست فکر کنید. همه این چرندنامهی که من ناگزیر خوندم برای شما، یه تومون برای فاتی شد، یه چارقد واسه سوقی شد، چمدم یه سوزن واسه دخی شد، یه لنگ کفش واسه چمدونم اسقری شد، یه پیرهن پاره پوره واسه اکبری شد، ما به زبان خودشون اسما رو میگیم، یه چه میدونم زهر مار واسه یک مریض شد. آقا من یه هفته است دارم این مادگاب رو میخونم براتون، اومدم تا این همه جاهای حساس، نزدیک 140-145 بند قانون این کتاب رو خوندم، به درد سگ هم نمیخوره تا چرسه به درد انسان. چرا باید ملت ایران با اون فرهنگ درخشانش، با اون گاتهاش، با اون شاهنامش خودش رو آلوده این چنین ننگی بکنه؟ بعد هم میگه ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک، ولئن و اگر، اتیت یعنی بدهی، الذین اوتوا الکتاب، به کسانی که کتاب دارن مثل همون یهود و مسیحی، به کل آیتن، اگه هر آیت و علامت و چیزی هم نشونشون بدی، ما تبع او قبلتک، قبله تو رو قبول نمی کنن. ای بابا تو اونجا گفتی که اونها الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، اگر می دونستن که این برحق از طرف خداشون، پس چرا زیرش پوری میگی که اگه هر چی بهشون بدی قبله تو رو قبول نمی کنن؟ ما کلافه شدیم از جنونی که این الله داره و از حماقتی که گویندش داره. آقایون در بند پیش میگه، در 135 میگه که 145 میگه الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انه الحق، ما این قبله رو به تو دادیم، این صاحبان کتاب مهید مسیح یهودیا لا یعلمون، یعنی خواهند دانست، انه الحق من ربهم، حق من ربهم، که این قبله بر حق از طرف اللهشون، و من الله به غافلن اما یعملون، و الله هم از اون کاری که اونا میکنن غافل نیست. بلا فاصله که میگه اونها خواهند فهمید که این برحقه، بلا فاصله میگه ولن لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، همون اوتوا الکتاب رو میگه، یعنی مسیحی یهودیا رو، به کل آیه ما تبعوا قبلتک، هر آیه نشانه دلیلی هم بیاری قبله تو رو قبول نمیکنن. چجوری اونجا یعلمون انه الحق من ربهم، میدونن حق از سوی الله، و چگونه میشه که قبولش هم نمی کنن؟ و ما انت به تابع قبلت هم، تو تابع قبله اونا نباش. ببینین این الله چقدر احمقه، برای اونها اومده یه قبله درست کرده، دو گروه دو قبله درست کرده، بعد ببینین که تو تابع اونا نباش. الله نیست، اون مرتکه پدر سوخته سلمان اربابشه که در مسائل حزبی گروهی و جنگ‌های حرفی فکری گیر افتاده.